آرت کافی هسته که می کافی هنر هسته که جایی برای هنرمندا، جایی برای فامیلا و جایی برای کسایی هسته که علاقه در محصولات وطنی دارند و می خواهند که امو فرهنگ و عنعنات وطنی را زنده نگاه کنند. بخاطر امزو یک همیتر نام انتخاب کردیم و کوشش ما این بوده که محصولاتی در این مجتمع استفاده کنیم که مکمل از داخل خود خاک ما و شما باشه و بتونیم که از کمترین امکانات بیشترین استفاده را بکنیم. سنگ هایی که ما آوردیم، سنگ ها را از سروبی آوردیم، از لب دریا دانه دانه دیسچین کردیم، سنگ از میدان آوردیم، کلالی های میده که مردم استفاده نمی کنه کوشش کردیم از اونها استفاده کنیم، کاشی های میده که حالتی هست که مردم دور میندازن از او خواستیم استفاده کنیم، کار بازیافت باشه، کوشش کردیم یک تلفیقی از طرح‌های خود افغانی و چیزهای بازیافتی که متباقی مردم استفاده نمی کنند و به نظرشان بسیار ناچیز و خلاصه در نظر می آید، ما کوشش کردیم که از او یک مجتمع جور کنیم که یک حالت هنری شکل باشه. ما کوشش کردیم کار تمام هنرمندای ما و شما باشه. ما بهترین رسام ها داریم، بهترین شبکه کارا داریم، بهترین هنرمندا داریم در افغانستان، ولی متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها و امکانات نتانستیم که از اونا استفاده بکنیم. مثال، ما بهترین رسام داریم که وقتی که یک گالری خوب نباشه، وقتی که جایی نباشه، نمیتونه که او کار خود، هنر خود در معرض نمایش بونه. با عنوان کسی که امه ملک بالای ما و شما، حداقل یک سری فرض است که ما کار کنیم دیگه. اینا باید یک کاری کنیم که از خود شروع کنیم، باورمندی در خود داشته باشیم، یک مجتمع جور کنیم که از دوستا دعوت کنیم که بیاین. یک کم زرد در گفته عامیانه تر بگم که تیار خور نباشیم. ما و شما بیاییم یک کاری کنیم که خالیگاه ها کمبوت ها را پیدا بکنیم و فارغ از هر کدام گپ جدایی بیاییم او را کاور کنیم. زمان کار لذت بخش میشه که شما بتونید یک منفعتت، یک سودت برای هم نوع خودت، برای هموطن خود برسه. زمانی که شما، ما و شما 100% از یک وقت مسافرت میریم، از کابل میبراییم، جاهای دیگر را میبینیم، بسیار خوب است، لوکس است، زیرساخت داره، کل چیزا داره، مطمئن باشید که خود اون مردم جور کردن. اونا هیچ وقت منتظر زی نشیشتن که یک نفر از آسمان بیایه برایشان یک چیز معجزه مانند جور کنه. پس بنابراین ما و شما باید از کم خود شروع کنیم. تا حالا نمایشگاهی که برگزار شده، یک نمایشگاه تخصصی خط داشتیم که استاد علی بابا اورنگ و استاد اورزبانی، یکی از بهترین خطات های ما از خودتان میفهمید که ما اینجا یک نمایش برگزار کردن و بعد از اون یک دو نمایش که دیگه داشتیم در زمینه همی کارهای کالا و پیشنهادهای زیادی هم داریم بابت کارهای دیگه که ما میخواییم که این پیشنهادها رو مکمل گردآوری کنیم و بهترین پیشنهادها را استفاده کنیم. ما مشکل نداریم، ما مانعت نداریم و جایی که ما تا حال برای مردم جور کردیم، کوشش کردیم که برای مردم خدمات جای ما رایگان باشه. یعنی چون خودتان میفهمید که بخش هنرمند ما متاسفانه از شرایط اقتصادی بالایی برخوردار نیست، ولی هنر جاویدان است. زمانی که خوب وجود نداشته باشه، ما مجبور هستیم از بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم، چون خوبی وجود نداره. هر آنچه که مردم میبینن و پسند میکنن، خوبها رو پسند میکنن. ولی به نظر من شروع باید از جایی باشه که شما عوارض، نواقص داشته باشید که طبق خواسته های مردم ما و شما بیایم خود کاور بکنیم. زندگی، دکور، کل این مسائل، مسائل آزمون و خطاست. یعنی ما و شما اگر رشد میکنیم، تعالی میکنیم، فقط در صورت آزمون خطاست. هر چقدر آزمون خطا بیشتر باشه، رشد تعالی ما بیشتر است. در 24 سالی که ما کار کردیم، من احساس میکنم که نو این کار شروع کردم و این مثل یک زغال میمونه که هر زود به زود شما باید او پف کنید، بدمید تا او تازه شوه. زندگی همیست، کار همیست، بیزنس همیست. هیچ وقت آدم نمیتونه بگه که این کاری که کردیم 100% صحیح است، منطقی است. و هر زمانی که شما 6 ماه قبل خود مطالعه کنید، در اون نواقص دیدید، مطمئن بشید که در تکاپو و رشد هستید. کاری که ما اینجا انجام دادیم مکمل، هنرهای همین هنرمندا رو ما آمدیم اینجا در معرض نمایش قرار دادیم.
هدف اصلی ما هم برای فروش هم برای ایده گیری و ایده پردازی. مثال ما برشون گفت زمانی که ما یک خانه رو طراحی و دیزاین میکنیم، کوشش میکنیم که از محصولات وطنی استفاده کنیم. برای مشتری خود بیشتر پیشنهاد میدیم که این تابلوی رسامی ماندگار هست، این کار وطنی ماندگار است، امکان داره تا 50 سال آینده حتی اولادهای شما شما را در نیکی یاد کنند، بگن که این تابلو از پدر کلان شما است که ماندگی است. ولی شما اگر مثال بدم شما یک مال چینایی بخرید یا یک کاغذ دیواری بگیرید، او بعد از یک سال ممکنه بکنی و هم پیسه تان از بین میره و او تبدیل به یک آثار هنری هم نمیشه. بیشتر هدف ما آشنایی مردم با تولیدات وطنی بوده. زمانی که شما میتونید که خود برای مردم نشان بدیم، اولین و مهمترین بخش او ایست که قابلیت های خود برای مردم در معرض نمایش بانید که مردم گفتم که اونا بیاین عیب و نواقص شما رو بگیرن. گلایی که ما اینجا آوردیم کوشش کردیم که از جلال آباد بیاریم، از سمت شمالی بیاریم، از گلباغ بیاریم، از پغمان بیاریم، کوشش کردیم انواع و اقسام گلا رو اینجا بیاریم و از اونا استفاده بکنیم. و به خاطر گل ما کوشش کردیم یک متخصص گل داشته باشیم که خود از این نفر فرم داره و کوشش کردیم اینجا ما هم نحوه پرورش گل برای مردم یاد بدیم و هم کوشش کنیم که مردم بیاین از اینجا خریداری بکنه. میفهمیم مثلا خود شما امکان داره در گل بسیار زیاد علاقه داشته، یک گل آپارتمانی خریداری بکنید، برید در خانه خود بسیار با آرزوی بسیار کلان این کار کرده باشید، ولی در ظرف دو هفته گل از پیش شما خشک میشه. چرا؟ به خاطر که نحوه نگهداری حضور شما یاد ندارید. ما در این مجتمع کوشش کردیم که مردم آزادانه بیاین نوعیت گلا را خوش کنند و از راجع حفظ و مراقبت او گلا پرسان کنند که ما مردم آموزش بدیم و این برای ما بیشتر زیاد ارزش داره. در این جای خود، در وطن خود از چیزهایی که داریم امیر بیاییم برجسته کنیم. ما و شما آنقدر زیبایی‌ها داریم که برجسته کنیم که بیش از حد اندازه است. ما و شما در شمالی ریگ روان داریم، ما و شما بوت بامیان داریم، بند امیر داریم، پغمان داریم، جلیز داریم، بالاترین بهترین جایا داریم. بیاییم یک فرهنگ را در وجود بیاریم که از داشته های خود حفظ و مراقبت بکنیم و او چیزی که داریم برایش ارزش قائل باشیم. هدف اصلی ما ای است که جای باشه که مردم بیاین دور هم دیگه باشد. یک مثل کابلی است که از گب گب میخیزه. وقتی شما یک جایی داشته باشید که بشینید 100% اون رقم که شما یک سری سوالات میکنید مردم هم سوالات میکنه، انگیزه را پرسان میکنه، امکان داره امی مفکوره در ذهن او باشه که در یک زون دیگه اونای قسم جور کنه، در یک ولایت دیگه جور کنه. ما میاییم برایشان مشوره میدیم، تیم ما میاییم برایشان مشوره میدیم از کجا شروع کنن، چه قسم شروع کنن، چی کار کنن. چون چرا؟ یک راهی را که ما رفتیم و ما دوست داریم عین شکل نی از این قدر بسیار بهتر در ولایات ما در زونای دیگه ای جور شوه. مطمئن باشید در هر گوشه ای از این ملک جور شوه، تو فکر کن که در خانه ما جور شده و این برای ما بسیار. کانسپت ها رو ما داریم، او چیزایی که باید در آینده انجام شود که اگر خدا خواسته باشه مجالی باشه برای انجام اهداف. اهداف هست، فقط باید بردباری باشه، آهسته آهسته یک برنامه منظم باشه، دوستا بیاین لطف کنن، ما رو راهنمایی کنن و از نظریات خوبشان ما مستفید شویم. چون هر کسی که شما فکر کنید یک نظریه داره، یک مفکوره داره، اون مفکوره او باید جایی باشه که تطبیق شوه. صحیح؟ زمانی که شما جایی داشته باشید که او رو تطبیق کنید 100% که نفر هنرمندش هم باشه کارا انشالله پیش از پیش خوب پیش میره. کوشش کردیم که اینجا جایی باشه که شما مثال بهترین آشپز هستید، امکان داره یک غذای بسیار خوب داشته باشید، ولی جایی نداشته باشید که او را در معرض دید مردم بانید و امکان داره که در خود فکر کنید که مثلا ما اگه نان جور کنیم که مردم خوششان بیایه یا نبیایه. ما بستر جور کنیم که در اینجا هر آن چیزی که شما در مفکورتان باشه بتونید عملی کنید، در بخش کافی شاپ، در بخش رستوران، در بخش باغ، در بخش گالری، در بخش رسامی، در بخش صنایع دستی، در بخش کلالی
و در تمام بخش ها ما کوشش کردیم که اینجا جایی باشه که هر کسی که خواسته باشه، هنرمندی که جولان میده اینجا جایش باشه، در معرض دید مردم قرار بگیره. اگر مردم استقبال کرد او ایده تطبیق شوه و او ایده بیاید در مرحله اجرا برسه. بسیار طرحهایی که در کل جایا متاسفانه مخصوصا در افغانستان هست در حد یک ایده باقی میمانه و زمانی کار ارزش داره که شما یک ایده ای داشته باشید، ایده را بیارید، نظر مردم را بگیرید. وقتی که دیدید نظر مردم مساعد است، مهمترین بخش او ای است که شما بیایید او را تطبیق کنید، از او بهره برداری کنید. کاری که ما اینجا انجام دادیم، بیشتر کوشش کردیم که طبقات هنرمند و جوانا را کاور کنیم. هیچ وقت ما یک ایده یک جوان بسیار ناچیز نبینیم، نگیم که چون این جوان تجربه نداره، تازه است، دیگه است، او نظر وضو امکان در نظر خوبی نباشه. نظر ما چی است؟ که من میگم که کسی که جوان است امکان داره دید وضو خالیگاه های را بگیره. مایی که 20-24 سال سابقه کار داشته باشه امکان داره او خالیگاه ها را نبینم. بزرگترین هدف مایی است که ارزش گذاشتن و ارزش قرار دادن ایده یک نفر جوان است برای من، ولو حتی اگر هنرمند نباشه امکان داره او طرحی داشته باشه که از ضایعات پلاستیک، از ضایعات کار، از ضایعات کاغذ امکان داره او یک کار انجام بده که ما و شما حتی در مفکوری ما و شما خطور نکده باشه. هدف ما ای است که در این مجتمع در کوچکترین ایده ناب وطنی ارزش قائل شد. شما در نظر بگیرید که کاری که ما انجام دادم امکان داره کار فردی بوده باشه، خب ولی کار فردی زمانی ارزش قائل میشه، ارزش پیدا میکنه که ما و شما بیاییم او را از دید مردم ببینیم. زمانی که مردم او را قبول کردن به نظر من ارزشمند است، ولی اگر قرار باشه که طرحی را که مردم قبول نکنن به نظر من او را آدم نباید زیاد سر وضو پافشاری کنه. کوشش نهایی ما این بوده که رسم و عنعنات خود ما باشه و یک فرهنگ بیگانه را وارد زی خاک نکنیم، فرهنگ بومی خود ما و شما، از دستاوردهای خود استفاده کنیم. حتی جزئی ترین کار، حتی ولو ای که شما بیایید مثال در خانه خود، مثال برای شما بگم که چند دانه گل آلوورا داشته باشید که مخصوصا حال زیاد مچه که برای پوست و برای جلد اینا بسیار خوب است، حتی ولو ای که بیایید شما در خانه خود چند دانه گلدان آلوورا داشته باشید که و او را رشد پرورش کنید که و از او بتونید منفعت درست بیارید، حتی ولو منفعت بسیار کم باشه. شما فکر کنید اینمی کار دست است، این کار دست است. شما هر چیزی که در اینجا میبینید تا تابلوی خورتره کل این کار دستی است. کار نباید که کار بسیار کلان باشه. مطمئن باشید بزرگترین کارهایی که شما در سطح دنیا میبینید اول از روی یک ورق شروع شده، فقط یک طرح بوده، برزو امکان از گاراژ موتر شروع شده باشه، امکان از کارهای بسیار خرد شروع شده باشه و حال شده باشه آمازون، مایکروسافت و طرحهای بسیار بسیار کلان. امکان داره طرحهایی بوده باشه که کل مردم رشخند کرده باشه، ولی حالی کل مردم ها آرزوی حضور دارن که یک دفعه برن دفترشان رو ببینن. جایی نیست مثل رستوران شکل باشه که شما فقط به یک خدمات نان داشته باشین، مردم نان خود بخورن برن. کوشش کردیم جایی باشه که شما در دفتر خود نمیتونید همیشه وقت جلسات خود بانید. جلسات باید بید در یک فضای در کل دنیا همی مروج است که در داخل جای میرن که یک حالت سرسبز باشه، خدمات داشته باشه و امکانات رفاهی داشته باشه که از نظر روحی هم آدم یک کم داره آزاد باشه، باز باشه. ما یک کار مستقیم داریم، یک کار غیر مستقیم داریم. غیر مستقیم تمام هموطنای ما و شما مستفید میشه. کاری که مستقیم است تقریبا 15 نفر مستقیما اینجا کار میکنن و مستفیض میشن و ما کوشش میکنیم که این تعداد هر روز گسترش پیدا بکنه. صحبت اصلی ما این است که برای خاک خود ارزش قائل شیم، برای ملک خود ارزش قائل شیم. خانه واقعا ارزش داره. ما و شما قبول دارم که تحولات هست، مشکلات هست، ولی به نظر ما کل گناه ها را نمانیم در سر دولت مردو، در سر چیزا. به عنوان یک شهروند ولو اگر کوچکترین چیز باشه، اگر کوچکترین کار باشه، امور انجام بدیم، وظیفه شهروندی خود انجام بدیم. زمانی باشه که حسرت نخوریم،
که ای کاش که امو لاقل امو اندک امنیت باشه. ما و شما مهاجرات ها را دیدیم، یعنی جاهایی را دیدیم که واقعا ما برای شما بگم که بی‌ارزش بود. ما زمانی بود که ما خودم در خارج بودیم، همیشه برای ما گفت، میگفتن که کریمی صاحب دوست داری یک روزی بری در وطنت، دوست داری که کابل جان را ببینی؟ ما گفتم بسیار زیاد دوست دارم. و برای ما میگفت کی میری، ولی حال کلگیشو برای ما میگه کی میایی. و این بسیار زیاد متفاوت است که نفر برای ما بگه که شما کی میایید و این که برای ما بگه شما کی میایید. سی بخش تقسیم شده، هم یک بخش ما وقتی از دروازه داخل میشین، یک بخش کلن کلاسیک جور کرده و یک بخش دیگر به یک فضای مثلا باغ سنتی ما که داریم. باغ سنتی ما یک فضای است، خیلی فضای عالی برای فامیلی ها میاین و یک جای طبیعی جور کرده که مثلا اگر تو میخوای باغ قرقه بره و یا اگر جای سیاحتی بره، هیچ ضرورت نیست که پولشان رو مصرف بکنه و خرچه بکنه خرای دور بره. اینجا میتونه همون فضا رو داشته باشه و هر طرف آبشار است و دیگه مرغک است و میخانه و فکر میکنی خودت در باغ قرقه هستی و دیگه اینجا باز یک فضای دیگه شه برای جای مدرن جور کرده. مثلا اگر نمایشگاه های کتاب میتونه کسایی بخواه داشته باشه میتونه اینجا داشته باشه، نمایشگاه هنر دیگه به هر حساب یکان ورکشاپ ها میتونه اینجا داشته باشه. یکی از تجارت پیش های ما قدر زحمت میکشه یک چیزی را میخواه جور بکنه طبیعی و از چیزای طبیعی خود افغانستان، از کار میخواه کار هنری بسازه، یک چیزای خیلی چیز ساده. خب ما انگیزه میگیریم، میخواهیم در آینده همچو خود ما در یک جای برسیم و همی از چیزای ناچیزی که ما خود ما داریم از او یک چیزی فوق العاده عالی بسازیم و یک انگیزه باشیم برای نسل بعدی. اونایی که میاین یعنی در راستن میخواهیم به جای ما برسن، ما بر اونا یک انگیزه شیم و همچو فضاهای خوبی از این که خوبتر و خوبتر بهترتر جور بکنیم، یک انگیزه برای خود بسازن خودشان و سر پای خود ایستاد شوند و ایده هایشان را به کار بندازن تا از او ایده هایی که اونا دارن ما مستفید شویم، دیگه جوان ها و همه وطن ما مستفید شویم. چون اگر ایده داشته باشیم و او را به کار نندازیم فایده ای نداره دیگه از ایده داشتن ما. ما در یک جای تا ریسک نکنیم یک فایده ای به دست نمیاریم. آغاز هر کاری ما امکان 80% و 90%ش است که در ریسک برابر شویم، اما آینده خوبی داره اگر ما در ریسک قبول بکنیم و پیش بریم. و برای او اشخاصی که پول دارن و میخواین سرمایه گذاری نمیخواین اینجا بکنن، خب برشان میگوییم خیر است یک چند مدتی از مفادشان بگذره، اما فقط همو قدر بکنه که فایده پولی را که مصرف میکنه همو را به دست بیاره. ما واقعا که امروز اینجا آمدم اصلا اعصاب نرمال، یک بسیار خیلی عالی دیگه، چیزی دیگه گفتنی دیگه زیادم ندارم، هر چی بگویم بازم کم است، ولی بسیار خوب است. از قسمت بسیار خوش آمد. از قسمت های همین چیزهایی که طبیعی درست کرده واقعا یک چیز خیلی خوب است. از تمام چیزهاش همزی آبشاری که هست، همین شرشور آب که میکنه فکر میکنه همیشه بهار است. یک ضرور مثل سابق بود میکنه نادرد رنج گنج میسر نمیشود.
ممتاز تلاش آدم هر جایی که بکنه حتما تلاشش به ثمر نمونه، ثمر حتما داره. ممتاز ما از این کسایی که واقعا میخوای سرمایه گذاری کنه یا کسب داره میخوای کسب خود در داخل افغانستان بگیره سرمایه گذاری کنه، بگیره داخل خود وطن خود بگیره درست کنه. نمیشه بره کشور خارج، کشور خارج به درد ما و شما نمیخوره. بیایم دست به دست هم دیگر دهیم تا میهن خیش را